در تهران به دنیا اومدم، حدود 14-15 سالم بود که شروع کردم به نقاشی تحت تاثیر برادر خواهرای بزرگترم. اول نقاشی که شروع کردم رنگ و روغن بود، با رنگ و روغن شروع کردم و بعد از یک مدتی که گذشت شروع کردم از متریال های دیگه هم استفاده کردن، مواد دیگه هم استفاده کردن، مثل اکریلیک، پاستل، مداد و زغال و بعضی وقتا چیزهای دیگه هم با میدیوم هایی که استفاده میکنم قاطی میکنم. موقعی که 14-15 سالم بود، خب اولین کسی که تأثیر گذاشت رو من سالوادور دالی بود، ولی بعدا کم کم پیکاسو، میرو، کلی، هندرت واسر کسایی بودن که اولین تأثیرهای من بودن، و بعد از اون یه مقدار کارهای جکسون پالاک، کیث هرینگ یا بسکیات، اینا کسایی بودن که روی کارهای من یه مقدار تأثیر گذاشتن. طبیعت هر روز همیشه در حالت تغییر هستش، هر چقدر هم این تغییر کوچیک باشه، ولی همیشه روز به روز، دقیقه به دقیقه این تغییرات هست. و نقاشی من و کارهای هنری من هم آیدیاش همون تغییر هستش که دوست دارم کلن همیشه توی کارام آزمایش کنم، چیزهای جدید رو پیدا کنم. همیشه این آزمایش ها موفق نیستش، بعضی وقتا هستش که کار نمیکنه و بایستی عوض کنیم، ولی کلن یه چیزی که هستش اینه که دوست دارم همیشه در کارم تغییر باشه، چون فکر میکنم که با تغییر پیشرفت هم به وجود میاد. در کنار پیشرفت میتونه بعضی وقتا شکست هم باشه، ولی اصولا برای من همیشه آرتیستایی که میتونستن یک مقداری در کارشون تغییر بدن و از یک حالت به یه حالت جدید پیش برن، برای من اصولا احترام براشون خیلی بیشتر داشتم، چون همیشه فکر میکردم که یه مقدار جرأت میخواد که آدم از اون حالتی که باهاش راحت شده بتونه در بیاد و چیزهای جدیدی رو امتحان کنه. یه مقدار من کارهای سرامیک کردم، البته میگم من خودم رو به عنوان به قول معروف سرامیک آرتیست نمیدونم، ولی یه کارهایی توی سرامیک کردم. کارهای من اکثرا روی چرخ درست میکنم و بعدا بعضی وقتا یه چیزایی رو درش تغییر و تبدیل میدم. در این حال یه مقدارم من روی شیشه کار کردم، که البته چیزایی که هستش شیشه های پیش ساخته هستش که من روشون معمولاً با اکریلیک نقاشی میکنم. اونام یه مقدار از موتیوا و کاراکترایی رو که توی نقاشی های دیگه هم استفاده میکنم توی این کارهای شیشه هم هستش. من یه مقدار شروع کردم از خطاطی ایرانی توی نقاشیم استفاده کردن. کلن تعلیم خطاطی هیچ وقت ندیدم، خودم هم خطاط نمیدونم. خیلی از استادان هستن که اونجا میتونن واقعا قشنگ چیزی رو بیان کنن، ولی برای من از خطاطی در نقاشی استفاده کردن برای اینکه یک مطلبی رو بنویسم یا یک شعر، یکی از بزرگای ادبیاتمون مولانا، سعدی، هر کس دیگه باشه بخوام بنویسم نیستش. برای من استفاده از خطاطی اینه که یک المانی از جامعه ایرانی خودمون رو بتونم توی یه نقاشی که ممکنه خیلی هم غربی باشه استفاده کنم. من سعی میکنم همیشه یک چیزایی رو که نشون دهنده جامعه ما هستش یا کالچر ما هستش توی نقاشیام استفاده کنم. موقعی که من نقاشی میکنم، پایان یک نقاشی آغاز نقاشی بعدی هستش، یعنی اینکه با اینکه ممکنه خیلی تغییر بدم در استایل نقاشیم، ولی همیشه یک چیزی درش باقی میمونه که نشون میده که این نقاشی کار منه، یک حالت به خصوصی هستش، یک ادامه‌ای هستش در کارها. ممکنه که من الان یه سری کارهایی رو دارم میکنم که کالای کوچیک‌تر هستش، روی قابای چوبی هستش، حتی اگه نقاشی اولی که تون متد کردم که یه چیز حدود یک سال خورده دو سال پیش بود شروع کردم، با اون کاری رو که رو همون سیستم میکنم رو همون قابا الان خیلی فرق کرده، ولی هنوز این یک رابطه‌ای بین این کارها هستش.